بیننده عزیز دیگری پیام داده، میگه سلام علیکم، ببخشید اگر در نماز و در یک رکعت چند سوره رو با هم خوند، مانند اینکه بعد از سوره فاتحه سوره اخلاص و فلق و کوثر و عصر رو خواند و پراکنده هم باشد سوره ها، مشکل دارد؟ چون در نماز نیمه شب انسان دوست داره قیامش طولانی باشه. اساسا بگم ابتدا این که اشکال نداره، یعنی نمازتون درسته، نمازتون باطل نیست، ما نمازتون درسته، مرتکب گناه نشدید اگر سوره های پراکنده هم بخونید. مثلا سوره ناس رو اول بخونید، بعد برید سوره عصر رو بخونید، بعد برید سوره مثلا تبت یدا رو بخونید، بعد برید سوره کافرون رو بخونید و اینطوری به هم ریخته بخونیدم، چون هر کدوم از اینها سوره مجزایی هستن، یک سوره نیستن که بگیم آیه رو از اول بخونی بعد برگردی آیه رو از آخر بخونی و این به هم نریزه، چون یک سوره واحدی نیستن، بلکه سوره های مختلفی هستند. شرعاً اشکال نداره و جایزه که پس و پیش بخونید، گرچه افضل و اولا و بهتر این هست که به ترتیب بخونید، به ترتیبی که در قرآن کریم اومده بخونید، به اون ترتیبی که توی مصحف هست بخونید. ولی اگه ترتیب رو رعایت نکردید، مرتکب خلاف شرع نشدید، گناه نکردید، ولی خب رعایت این ترتیب افضل و اولا هست. اما اینکه رعایت ترتیب، من دلیل از این که جایز هست این گونه نماز بخونید، حدیث رسول الله علیه السلام، حدیثی که نقل شده از اینکه رسول الله علیه السلام نماز شب رو خوندند و فکر کنم روایت رو یا یکی از صحابه نقل، یا انس بن مالک هست یا ابن عباس هست، دقیقاً الان راوی حدیث رو یادم نیست، روایت میکنن که رسول الله علیه السلام قیام شب خوندن، اول سوره، بعد سوره فاتحه سوره بقره رو خوندن، بعد رفتن سوره نساء رو خوندن، بعد برگشتن سوره آل عمران رو خوندن. در حالی که بین اینها، ببینید سوره آل عمران دومه، ایشون رسول الله علیه السلام سوره آل عمران رو بعد از نساء قرار دادن در قرائت، و این دلیل بر جواز و دلیل بر جایز بودن این هست که میتونی رعایت نکنی ترتیب رو. و اینکه میگم اولویت به این هست یا بهتر هست که رعایت کنید، اینه که خب رسول الله علیه السلام این قرآن رو به این شیوهی که خداوند دستور داده ترتیب دادن و این ترتیب دیگه تموم شده و نهایی شده، لذا رعایت کردنش افضل و اولا هست. ولی اگرم رعایت نکردید، مرتکب خلاف شرع نشدید، نمازتون هم درست هست.